تمام آنچه که ما امروزه به عنوان امکانات زندگی در اختیار داریم، از خانه‌های مدرنی که در آن زندگی می‌کنیم تا تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که از آنها بهره می‌بریم، حاصل صدها و چه بسا هزاران سال آزمون و خطا و آزمایش نیاکان ماست. صدها هزار سال پیش اجداد نخستین ما از زمانی که در غارها و جنگلها زندگی می کردند شروع به کشف راههایی کردند که به گواه شواهد به دست آمده برخی از آنها حتی پیشرفته تر از علم و دانش امروزی ما بوده است. در این ویدیو ما به برخی از عجیب ترین کشفیات باستان شناسان در مورد دانش و روش‌های درمانی دوران باستان خواهیم پرداخت. اگر مشتاق به تماشای ادامه این ویدیو هستید، کانال مثبت وب را سابسکرایب کنید و در ادامه با ما همراه باشید. استفاده از ماهی گزنده برای بیهوشی. پرتو ماهی گزنده نمونه ای از ماهی هاست که یک توانایی غیر عادی دارد. آنها می توانند قربانیان خود را به حالتی از بیهوشی و هیپنوتیزم فرو برند. یافته های باستان شناسان حاکی از این است که یونانیان باستان از این ماهی ها به عنوان درمانی برای کاهش درد در حین عمل جراحی و یا حتی زایمان استفاده می کردند. استفاده از عروس دریایی به جای ژل مو. در قرون وسطا در ژاپن موهای بلندی که رو به بالا و عقب شانه می شدند رواج داشت. در آن زمان ژل مو هنوز اختراع نشده بود و ژاپنی‌های خلاق به عقیده خود یک روش عالی را برای نگه داشتن موها در این حالت پیدا کرده بودند. آب‌هایی که پیرامون این کشور را فرا گرفته بودند تمام نیازهای آنها را برطرف می‌کرد. بنابراین برای این کار آنها عروس دریایی را انتخاب کردند. ژاپنی‌ها عروس دریایی را گرفته و آن را به موهای خود می‌مالیدند و موهای خود را به راحتی حالت می‌دادند. پیوند دندان در روم باستان. دندان‌ها همواره یکی از مهم‌ترین اجزای بدن ما برای تغذیه و ادامه ی حیات بودند. امروزه با پیشرفت علم پزشکی، روش‌های مختلفی برای ترمیم دندان‌های آسیب دیده وجود دارد. اما آیا تا به حال به این فکر کرده ای که در دوران باستان انسان‌ها برای ترمیم دندان‌های آسیب دیده و از دست رفته‌شان چه می‌کردند؟ تصویری که مشاهده می‌کنید فکیست مربوط به فردی در قلمرو روم باستان و مربوط به حدود 2500 سال پیش است. در تمدن روم باستان دندان‌های افراد را بعد از مرگ آنها به افرادی که دندان‌های آنها شکسته و کنده شده بود به روشی که در تصویر می‌بینید متصل می‌کردند. همچنین شواهد تاریخی حاکی از این است که در قرن‌های بعد افراد فقیرتر دندان‌های خود را برای پیوند به ثروتمندان جامعه می‌فروختند. یک کشف عجیب در اروپا تمام دانش باستانشناسان را درباره دانش انسان‌های نخستین به چالش کشید. در اوایل قرن بیستم بود که فسیل استخوان فک یک مرد باستانی با قدمت بیش از 6500 سال در یکی از روستاهای اسلوونی کشف شد و از آنجایی که یکی از قدیمی ترین استخوانهای کشف شده انسان در آن زمان بوده به موزه‌ای در شهر تریست ایتالیا منتقل شد. این استخوان فک که ظاهراً متعلق به یک مرد 24 تا 30 ساله بوده دقیقاً 101 سال در موزه تریست ایتالیا نگهداری شد بدون آنکه کسی توجه کند که چیز بسیار عجیبی در مورد آن وجود دارد. اما بالاخره زمانی راز این استخوان فاش شد که دانشمندی به نام کلودیو تونیس و همکارش فردریکو برناردینی از این استخوان برای آزمایش یک نمونه جدید از دستگاه تصویربرداری اشعه ایکس استفاده کردند.
عکس‌های جدید به آنها نشان داد که مواد عجیبی به دندان این مرد چسبیده است. آنها سپس با استفاده از دستگاهی جدید عکس سه‌بعدی کاملتری از این دندان گرفتند که نشان می‌داد یک شکاف عمودی بلند و نقص مینای دندان در قسمت بالای این منطقه خالی از دندان وجود دارد. در این عکس به وضوح مشخص بود که یک ماده غیرعادی به شکل یک کلاهک نازک دنباله دار به خوبی این شکاف عمیق و همینطور منطقه بالایی آن را پر کرده است. طیف نگاری فروسر از دندان مشخص کرد که مواد داخل دندان موم زنبور عسل است و سنیابی آنها به وسیله کربن 14 نشان داد هر دو قدمتی به اندازه هم و در حدود 6500 سال دارند. این موضوع اثبات می کرد که صاحب این دندان ها در زمانی که زنده بود احتمالاً از موم زنبور عسل برای ترمیم دندان شکسته و پوسیده استفاده کرده و بعد از آن از این دندان پرشده نیز استفاده می کرده است. به این ترتیب این دندان 6500 ساله به قدیمی ترین دندان پرشده بر روی زمین تبدیل شده است. حتی قدیمی تر از پروتزهای طلایی که امپراتوران روم برای جای خالی دندانهایشان از آن استفاده می کردند. نحوه استفاده از این موم نشان می دهد آنها این پر کردن دندان را به عنوان بخشی از مراسم کفن و دفن یا آیین‌های مذهبی به کار نگرفته بودند، بلکه این کار را با هدف مهر و موم کردن و بسته نگه داشتن قسمت‌های زیرین دندان ترک خورده انجام داده بودند. اما این تنها مدرک باستان شناسان برای این ادعا نبود. یافته‌های دیگری پس از این تحقیقات به دست آمد که ثابت می‌کرد انسان‌های دوران نوسنگی به خوبی به دندان پزشکی تسلط داشتند. در سال 2001، دیوید فریر از دانشگاه کانزاس و همکارانش نشانه‌های یک سوراخ شدگی عمدی را که احتمالاً با تکه‌ای چخماق انجام شده بود در 11 دندان پسین در محوطه‌ای باستانی در پاکستان یافتند که عمری بین 7500 تا 9000 سال داشتند. 4 عدد از این دندان‌ها نشانه‌هایی از خرد شدگی داشتند، اما در هیچ کدامشان نشانه‌های پرشدگی دیده نشده بود. دانشمندان می‌گویند اگرچه بسیار مشکل است که باور کنیم انسان‌های نخستین توانایی دستکاری در اسکلت و پر کردن دندان داشته باشند، اما دندان پرشده 6500 ساله مهمترین مدرک برای اثبات این ادعاست. اما دلیل استفاده از موم برای پر کردن دندان توسط انسانهای نخستین چه بوده؟ دانشمندانی که این تحقیقات را انجام دادند میگویند که موم به دلایل مختلف پرکننده مناسبی برای دندان بوده، چرا که دمای ذوب پایینی داشته و به سادگی ذوب می شده و جاهای خالی را پر می کرده است و سپس در دمای اتاق سفت می شده. به این ترتیب به نظر می رسد موم واقعاً پرکننده مناسبی بوده که به سادگی هم تجدید می شده است. دانشمندان میگویند که این موم احتمالاً حاوی مقادیر کمی عسل و همچنین ماده‌ای به نام برموم بوده. برموم از تولیدات زنبور عسل است که شبیه سمق بوده و دمای ذوب آن کمی بالاتر از موم و از آن سفت‌تر بوده است. جالب‌تر این که انسان‌هایی که 6500 سال پیش از این ماده برای پر کردن دندان‌هایشان استفاده کردند، به احتمال زیاد می دانستند که هر دوی این مواد خاصیت ضد باکتریایی داشته و همینطور بر موم نیز ویژگی ضد پوسیدگی دندان دارد. این یافته ها نشان می دهد که حداقل گروهی از انسان ها بیش از 6500 سال پیش به علوم پیشرفته دندان پزشکی، آن هم با استفاده از مواد و امکانات محدودی که در اختیار داشتند، دست یافته بودند. همراهان گرامی، از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم.